زندگی پرمشقت کارگران ایرانی، دغدغه‌های اصلی آنها چیست؟ بازگشت ده‌ها کودک جنگجویان داعش از عراق به تاجیکستان و نمایشگاه آثار 20 عکاس ایرانی در شهرک بین‌المللی هنرهای پاریس. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. حکومت در ایران در روز جهانی کارگر از کارگران تقدیر کرد، ولی حتی به تشکل‌های کارگری رسمی و مورد تایید خودش هم اجازه برگزاری تظاهرات نداد. سندیکاهای مستقل کارگری هم با فشارها و محدودیت‌های به مراتب بیشتری مواجه بودند. جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. اینها تنها بخشی از خواسته های کم درآمدترین قشر های جامعه است. روز جهانی کارگر فرصتی برای شنیده شدن این خواسته است. به ویژه در شرایط اقتصادی امروز که کارگران در تنگنا قرار دارند. نرخ بالای بیکاری، شرایط ابرتورمی و رکود اقتصادی فاصله درآمد خانوارهای کارگری و دهک های بالای درآمدی را بیشتر کرده. نگاهی به تغییرات ضریب جینی که تا حدی نسبت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد، حاکی از آن است که شرایط برای دهک‌های پایین نسبت به سال‌های گذشته در حال بدتر شدن است. وضعیت دارد به سال‌های پیش از برجام برمی‌گردد. در این شرایط است که تجمع‌های کارگری در روز کارگر خوشایند سیاستمداران نیست. رویدادی که از ابتدای انقلاب تلاش شده تحت مدیریت حاکمیت درآید. به این پوسترهای متعلق به سازمان چریکهای فدایی خلق نگاه کنید و یا اینها که متعلق به حزب توده هستند. هر دو در نخستین تظاهرات اول ماهمه پس از انقلاب برافراشته شدند. و حالا این پوستر که در همان اوایل انقلاب با طراحی شبیه به پوستر گروههای چپ اما با حدیث یکی از امامان شیعه روی آن چاپ شده را ببینید. پوستر متعلق به حزب جمهوری اسلامی است. یا اینها که ارزش‌های جمهوری اسلامی را به ارزش‌های جنبش کارگری پیوند می‌زنند. موضوع به کپی پوستر روز کارگر محدود نشد و حزب جمهوری اسلامی که پایه‌گذارانش از نزدیکان آیت الله خمینی بودند، کنترل رابطه با کارگران را به دست گرفتند. حکومت احزاب سیاسی را حذف کرد، حتی اعتراف‌های نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده را به صورت نمادین در آستانه روز کارگر پخش کرد. حاکمیت به مرور جنبش‌های کارگری را در خیابان‌ها سرکوب، شوراهای کارگری در کارخانه‌ها را محدود و خانه کارگر را با خود همسو کرد. محمد طبیبیان، اقتصاددان، در این باره میگوید ضروری است تشکیلات حرفه‌ای و قانونی نیروی کار تشکیل شود، تشکیلات کارفرمایی سازمان یابد و دولت بین این دو تشکیلات نقش تسهیل کننده را بازی کند. تشکیلات کارگری و کارفرمایی باید خود را برای محیط صنعتی و کاری قرن 21 آماده کنند تا بتوانند مؤثر باشند. اعتراضات دیماه 96 اما به تعبیر بسیاری آغازگر دوره جدید از اعتراض‌های گروه‌های کم درآمد جامعه بود که کارگران بخشی از آنها هستند. رویدادی که با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، اعتراضات کشاورزان اصفهان و اعتراض‌های کارگران نبرد لوله اهواز ادامه دار شد. با افزایش دامنه و شدت اعتراض‌های کارگری، حساسیت حکومت برای فعالیت‌های صنفی هم بیشتر شده. حالا فعالیت متشکل کارگری یک مسئله امنیتی است، به طوری که اعتصاب و اعتراض کارگران ممکن است پیامدهای سنگینی به دنبال داشته باشد. من در اینجا محضر شما کارگران عزیز، همه خواهران، همه برادران عرض می کنم دولت با همه توان و با همه امکانش در کنار شما کارگرانه. تقریبا در 40 سال گذشته در روز کارگر در تریبون‌های رسمی از مقام کارگر تقدیر شده و از ضرورت حل مشکلات اقتصادی کارگران سخن به میان آمده. 30 سال خدمت کردم، 780 تومان بوده به من میدم، من به کی بگم؟ تقریبا در تمام 40 سال گذشته سیاست‌های تورم‌زای اقتصادی مشکلات معیشتی خانواده‌های کارگری را تشدید کرده. شیدا هوشمندی، BBC.
هفته گذشته 84 کودک تاجیک توسط هواپیما از بغداد به شهر دوشنبه برگردانده شدند. پدران آنها در عراق به گروه داعش پیوسته و مادرانشان برای عبور غیرمجاز از مرز و همکاری با داعش در عراق زندانی شدند. خبرنگارمان سهراب ضیا در مراسم استقبال از این کودکان در فرودگاه دوشنبه شرکت کرد. اولین هواپیمای شرکت فلای ایربیل عراق در فرودگاه شهر دوشنبه. با این هواپیما گروهی از کودکان تاجیک از عراق و تاجیکستان آورده شدند. ده ها مسئولی دولتی، مامور امنیتی، پلیس و پزشک و پرستار به استقبال کودکان آمده بودند. پیش از همه زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت با دو کودک از پله های هواپیما پایین آمد. این هواپیما بیش از 80 کودک تاجیک را از عراق به تاجیکستان آورد. پدران بسیاری از آنها به گروه داعش در عراق پیوسته یا در جنگ ها کشته شدند و یا ناپدید هستند. مادران بسیاری از این کودکان با حکم دادگاه های عراق به دوره های طولانی محکوم به زندان شدند و یا در اردوگاه های ویژه عراق به سر می برند. این اولین گروه بزرگ کودکان تاجیک است که دولت تاجیکستان از عراق به تاجیکستان برمیگرداند. برخی از این کودکان را که از 1 تا 16 سال دارند، والدانشان با خود به عراق بردند و برخی هم در این کشور به دنیا آمدند. پس از بازگشت، همه این کودکان را به اردوگاه در دره ورزاب در حومه شهر دوشنبه انتقال دادند. البته تمام تدبیرها علاقه برای با شرایط مساعی تامین نمودن این کودکان اندیشیده شده استودن و وزارت و اداره های داخلدار بابت با غمخوری فرا گرفتن این کودکان با آنها رساندن کمک های ضروری طبی و روانی و اجتماعی موظف گردیدند. خانم حبیب‌الله‌زاده افزود اگر پیوندان این کودکان بخواهند می توانند آنها را به تربیت خود بگیرند. در غیر صورت دولت برای تحصیل و زندگی آنها تمام شرایط را فراهم خواهد کرد. با گفته وزارت خارجه تاجیکستان بازگرداندن این کودکان نتیجه همکاری آنها با وزارت های خارجه عراق و کویت و برخی از سازمان های بین المللی از جمله یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل بوده است. لحظه های جدایی مادران از کودکانشان در عراق. همه این 43 زن که از ملیت های تاجیک و ازبک هستند به طور کتبی به انتقال فرزندانشان به تاجیکستان رضایت دادند. البته مذاکرات برای بازگرداندن کودکان تاجیک از عراق به وطنشان از 1 سال پیش شروع شده بود. سال گذشته 6 کودک دیگری تاجیک را از عراق به تاجیکستان آورده بودند. با گفته سفیر تاجیکستان در عراق، تشخیص DNA 5 کودک دیگر ثابت کرده که آنها شهروند تاجیکستان نیستند. ما وارد مذاکرات هستیم با حکومت عراق و برای انجام دادن این کارها تمام چاره ها را بیندیشیم و من با تمام جانب هایی که در این روند شامل بودن و سهم گذاشتن سپاس عرض میکنم از نوبه حکومت جمهوری تاجیکستان. مقامات تاجیک میگویند بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در چند سال گذشته به عراق و سوریه رفته و گروه های تندرو مثل گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته اند. تاجیکستان گفته که تلاش هایش را برای برگرداندن فرزندان باقی مانده پیکارجویان تاجیکی گروه داعش از عراق و سوریه ادامه خواهد داد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی در مورد ممنوع شدن کار، تصویر و صدای بعضی از خوانندگان سرشناس ایرانی منتشر شده. از جمله حامد همایون، مهدی یراهی، حمید عسگری، حمید حامی و رحیم شهریاری. ممنوعیت‌هایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسماً اعلام نکرده و در مواردی حتی خود خواننده هم از ممنوع شدن فعالیتش اطلاع ندارد. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی. سید حامد محمودزاده با نام هنری حامد همایون
مشهور به حاکم احساس در میان طرفداران. ترانه هایش از 5 سال پیش مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. صدا و سیمای ایران هم مشتری کارهایش بود. زود مشهور و کنسرت‌هایش در داخل و خارج از ایران پرطرفدار شد. اما چند روز پیش محسن رجب‌پور، مدیر برنامه‌های حامد همایون، با انتشار این عکس در اینترنت از ممنوع شدن صدا و تصویر این خواننده در صدا و سیما خبر داد. تصویری از اعلامیه دفتر پخش جام جم. اما چرا؟ به گفته آقای رجب‌پور احتمالاً به خاطر رفتن بر سر مزار هنرمندی که 30 سال پیش فوت کرده و معرفی پر آب و تاب یک هنرپیشه با سابقه و سرشناس در کنسرتی که چند وقت پیش در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. معصومه دده بالا، مشهور به هایده، به قولی بانوی آواز سنتی و پاپ ایران، هنرمندی که حدود 30 سال پیش درگذشت. حامد همایون هم به او ارادت دارد. او حدود 19 روز پیش بر سر مزار هایده در قبرستان وستوود کالیفرنیا برای ادای احترام حاضر شد. سلام به همه هموطنان عزیز. امروز 10 اپریل سال روز تولد بانو هایده، بانوی آواز ایران، کسی که با صدای بی‌نظیر و جادویش خاطره‌های بسیاری برای همه ماها ساخته. به پاس هنری هنرمند بزرگ امروز کنار هم جمع شدیم، خواستیم یادی بکنیم، شما هم درش سهیم بکنید. خیلی متشکرم. یه جغل بچه که بودم، نه کسی رو داشتم، نه هیچ جام بود. بهروز وثوقی، هنرپیشه پرسابقه و مشهور سینمای قبل از انقلاب ایران، سال هاست که در آمریکا زندگی می کند. او 23 روز پیش به کنسرت حامد همایون در لس آنجلس رفت. ماچو بوسه هایی که به مذاق مدیران رادیو و تلویزیون ایران خوش نیامده و صدا و تصویرش را ممنوع کردند. و این واکنش حامد همایون. پستی به گفته او مخصوص برای تشکر ویژه از صدا و سیما. تا امروز بدون هیچ چشم داشتی هر آنچه از دستمون برمی اومد انجام دادیم. از حذف عادل فردوسی پور و چهره‌های محبوب این مردم تا ممنوع شدن صدا و تصویر من. روز به روز در حال پیشرفت هستید. تبریک ویژه منو بپذیرید. ممنوعیت صدا و تصویر حامد همایون صحبت ممنوعیت صدا و تصویر یا فعالیت خواننده های دیگر را که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده در شبکه‌های اجتماعی به پیش کشیده. از جمله حمید حامی که 2 ماه پیش خبر ممنوعیتش از کار منتشر شد. کلیپی از یکی از کنسرت‌های حمید حامی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که در آن در تصویر پشت آقای حامی هنگام اجرا برای ثانیه‌هایی تصویر بدن برهنه یک زن نمایش داده شد. البته آقای حامی در مصاحبه‌ای در مورد این ویدیو توضیح داد و ممنوع شدنش از کار را تکذیب کرد. هنوز بعد از گذشت این همه زمان صحت وجود اون تصاویر هنوز ثابت نشده که آقای همچین تصاویری پخش شده. هنوز فکر میکنم مسئولینم بهشون ثابت نشده که این تصویری که پخش شده صحت داره یا نه. یه نکته هم هست، این که فقط یک دوربینه، کیفیتش هم خیلی پایینه و مشخص نیست که اصله. کمی پیش از حمید حامی، حمید عسکری گفت که فعلا فعالیت‌هایش تعلیق شده به خاطر این کنسرت در برج میلاد. اجرای همراه نگین پارسا، نوازنده گیتار و خواننده. جایی در نیمه اول کنسرت فقط صدای نگین پارسا شنیده می شود. تکخوانی زن، خلاف قوانین ایران. البته حمید عسکری بعداً در مصاحبه‌ای با سایت موسیقی ما از اینکه همخوان‌های دیگر با نگین پارسا همکاری کامل نکردند صحبت کرد. او گفت که از کار محروم نشده، اما وزارت ارشاد به او گفته فعلا فعالیت‌هایش تعلیق شده. اما پیش از همه مهدی یراحی، خواننده اهل اهواز، به خاطر این ویدیو کلیپ ممنوع فعالیت شد. پاره سنگ، ویدیویی در اعتراض به جنگ، استفاده از لباس و نمادهای جنگ‌های مختلف جهان در کنار هم. عده‌ای از آن به عنوان توهین به شهدای جنگ 8 ساله ایران با عراق تعبیر کردند. مسئولان اما گفتند که این ویدیو خلاف چیزی بوده که تصویب شده. مهدی یراحی بعداً در رادیو تهران توضیح داد و گفت شیطنت کرده. چیزی که رسانه‌ها روز بعد با عنوان اعتراف به اشتباه و عذرخواهی از آن یاد کردند. اینا رو گفتم توی مصاحبه، توضیحات کامل وجود داره در مورد حرفای دیشب من.
گفتم به خاطر اینکه مسئولین جسارت نمی کنند که یک سری کار حرف ها رو مجوز شو بدن که ما بخوایم توی کارهامون لحاظ کنیم، من شیطنت کردم و شعر رو عوض کردم، یک خطش رو هم فقط عوض کردم و تغییراتی که بوده مسئولیتش رو پذیرفتم و به هیچ وجه از این کارم پشیمون نیستم. در این میان نام رحیم شهریاری هم دیده می شود، خواننده آذری اهل تبریز. آقای شهریاری هنوز این خبر را تکذیب یا تأیید نکرده، اما اگر خبر درست باشد شاید علتش این کنسرت باشد. جشن چهارشنبه سوری پارسال در استکهلم با حضور خواننده های دیگر از جمله ستار که از شبکه من و تو پخش شد. مثل بسیاری از کنسرت های دیگر که خوانندگان مختلف در داخل و خارج از ایران اجرا می کنند، به نظر به این مردم هم خوش گذشت. اما ممنوعیت تصویر، صدا یا فعالیت همچنان کابوس خوانندگان ایران است و به نظر می رسد که به این زودی ها با خیال راحت صحنه را ترک نکنند. مهدی بیگی، بی بی سی. شهرک بین‌المللی هنرها در پاریس میزبان عکس‌هایی از ایران بود، در نمایشگاهی با آثاری از 20 عکاس ایرانی. این عکس‌ها ایران معاصر را از نگاه عکاسانی به تصویر می‌کشد که همه بعد از انقلاب به دنیا آمدند. ناجی غلامی در پاریس به دیدن این نمایشگاه رفت و با طراح و گرداننده آن صحبت کرد. افق‌های اتفاقی در گذر جاده‌های ایران. عکس های صدرا باقری در نمایشگاه گروهی ایران فوتو در پاریس. 20 عکاس ایرانی افقهای تازه به روی مخاطب می گشایند از ایرانی که می بینند. زهرا جهانبخش دکترای جامعه شناسی هنر و فرهنگ از سوربن فرانسه و محقق در زمینه هنر خاورمیانه گردآورنده و طراح این نمایشگاه است. شناخت کافی از ایران وجود نداره، یعنی شناختی که وجود داره بیشتر تحت تأثیر اخباری هستش که از ایران داره منتشر میشه، در صورتی که در کنار این اخبار، به موازات این اخبار، در ایران زندگی در جریان هست و این زندگی در جریان خب بعضی جاها دیده نمیشه و محدود میشه برای مخاطب فرانسوی یا مخاطب اروپایی به اخباری که از مدیا داره. و این بچه ها آموزش دیدن، یعنی در دانشگاه ها تحصیل کردن و عکاسی رو یاد گرفتن. نسلی هستش که بهترین شاهدان شرایط امروز ایران هستن. هدف نشون دادن تصویر متفاوت یا زیباتر یا نشون ندادن مشکلات جامعه نیستش، هدف نشون دادن مسائلی هستش که در ایران اشخاص باهاش دارن زندگی میکنن، باهاش درگیر هستن. این مسائل هستش که نشون میده در ایران زندگی در جریان هستش. برای مثال در بخش جوانها مجموعه عکسی رو داریم که خانومی از شرایط احساسیش عکاسی کرده بعد از تموم شدن یک ارتباط و نشون دادن این موضوع تصویر ایران رو از اون انتزاع خارج میکنه. سکوت مشخصه اصلی عکس‌های سبا خانساری، مادرانی که به دوربین خیره شدند. او سؤال خودش را در چهره آنها به تصویر می‌کشد. آدم‌های عکس‌های پولاد جواهر حقیقی در مجموعه آنچه که برای ما مانده به دامن طبیعت پناه می‌برند. از بایدها و نبایدها می‌گذرند و سعی می‌کنند تا آنجا که می‌شود نامرئی شوند و ساعاتی در آنچه برایشان باقی مانده خوش باشند و خودشان باشند. عرفان دادخواه اما داستان آنها را میگوید که ماندند و هنوز امیدوارند به تغییر. شهرک صنعتی البرز در قزوین قرار داره و در دهه 40 شمسی شکل میگیره و ما یک موجی از مهاجرت رو به این منطقه داریم از گروه‌های مختلف، شهرهای مختلف ایران به امید یک زندگی بهتر. عرفان توی این مجموعه میاد آدم‌هایی که توی اینجا زندگی میکنن رو معرفی میکنه، محیطی که اینها در این سالیان سال توی اینجا خواب دیدن، خواب برای بچه‌هاشون دیدن، برای زندگی
ادامه زندگی توی این محیط داشتن رو نشون میده و در حال حاضر توی چند سال گذشته، توی یک دهه گذشته دچار مشکلات اقتصادی خودش شده. 60 ثانیه داستان عکس‌های سینا شیریست. 60 ثانیه‌ای که زندگی مردم رودبار را برای همیشه عوض کرد. زلزله‌ای که زخم جغرافیایی آن بر زمین باقی است و بر تار و پود زندگی مردم. مادر بزرگ اما آن زلزله را از سر گذراند و تمام این سالها استوار ایستاد و درخت زیتون را بادهای رودبار از پا در نیاورد. ناجی غلامی، بی بی سی. مجموعه آثار منوچهر یکتایی این هفته در لندن به نمایش گذاشته شد. اولین نمایشگاه آثار این نقاش ایرانی مقیم نیویورک در لندن طی دهه‌های گذشته. مؤسسه سادبیز در لندن این نمایشگاه را با کمک خانواده یکتایی و از کلکسیون خصوصی او برپا کردند. کسرا ناجی که به دیدن این نمایشگاه رفته میگوید او کسی است که در میان نقاشان مدرن بزرگ دنیا سری در سرها دارد، اما کمتر شناخته شده است. این تابلو با عنوان رومیزی چارخانی، کار منوچهر یکتایی از سال 1953، 66 سال پیش. یکی از کارهای او که هفته پیش در نمایشگاهی از آثار او به نمایش گذاشته شد در مؤسسه سادبیز. اولین نمایشگاهی از آثار این نقاش که امروز 97 سال است طی چند دهه گذشته. عنوان نمایشگاه شب روز توست. این کاری از او از سال 1983، نگاهی ابستره به طبیعت بی جان در کنار طبیعت زنده با همون سبک خودش. کسی که زمانی میخواست از قل و زنجیر سبک آزاد بشه. یکتایی که بعد از جنگ دوم دو سالی در پاریس بود، در سال 1947 به نیویورک رفت، وطن دوم و امروز. این طرحی از خیابان 95 نیویورک، اثری از او از سال 1958. گفته شده زمانی به جای قلمو از حوله‌اش استفاده میکرد و حالا هم از حوله، هم از قلمو و هم از کاردک. در اون زمانی که پرویز تناولی، حسین زندرودی در ایران بودن و فعالیت میکردن و به اصطلاح سقاخانه، اون گروه سقاخانه با هم همکاری داشتن، یکتایی در اصل در نیویورک بود و با گروه ابستراکت اکسپرشنیست نیویورک رفاقت داشت و اونجا کار میکرد. ایشون با هنرمندایی مثل مارک روثکو، راوشنبرگ، هلن فرانکنتالر، با اون گروه فعالیت داشت و خیلی از سبک کار اونا الهام میگرفت. یکتایی روش خاص خود را دارد. بوم را بر روی زمین می‌گذارد و نقاشی می‌کند. روشی که از همان سال‌های اول، حتی روزهای اول، به عنوان نقاش پیش گرفت. اینجا نقاشی یک پورتره از مستندی که چند سال پیش فیلمساز شیرین سقایی از یکتایی ساخت. تنها مستندی از یکتایی درباره کارش و زندگیش. خانواده یکتایی شدیداً مخالف نقاش شدن او بودند، چیزی که هنوز برای او سنگین است. او نوعی هم حرف زد که من عشق اومد تو چشمم و اصلا نمیدونستم چی بهش بگم. نقاشات و این که حتی میخواد بی خود وقتت رو تلف کنه، من امید داشتم تو یه روزی فلان این مملکت بشی فلان، که خیلی سنگین بود. چطور قبلی تو بچه داری یه همچین بار سنگینی میذاری رو دوش؟ و من خیلی کسل شدم. حقیقتا هنوزم هر ماه خوش صحبت میکنم تاند باشم. اون قدری که باید بهش توجه بشه در طی دوران زندگیش که هنوزم حیات داره،
نشده و دلیلش هم به عقیده من اینه که در یک جا ثابت نبوده، یعنی در فرهنگ خودش ثابت نبوده. اون زمانی، اون دورانی که گروه همردیف خودش فعالیت داشتن، منوچهری یکتایی در خارج بوده و به عقیده من به اندازه کافی در موردش پژوهش نشده، در موردش نویسندگی نشده، مقالاتی تولید نشده در موردش. اینه که این کاری که ما این بار کردیم که یک نمایشگاهی ازش داریم که در اصل یک نمایش انفرادیه که برای فروش هم نیست، خیلی مهمه که این کار شده، برای اینکه به اندازه کافی بهش توجه نشده. پورتره‌های او به خصوص چشمگیر هستند. این پورتره از شاه که فقط عکسش وجود دارد و معلوم نیست که اصل آن کجاست. پورتره‌ای که یکتایی اول می‌خواست از شاه در لباس نظامی بکشد که نشد. و این پورتره‌ها در نمایشگاه. این یکی از یک زن فرانسوی که معلوم نیست کیست. و این یکی یک زن برهنه که او هم معلوم نیست کیست. بعضی از کارهای منوچهر یکتایی. کسرانجی، بی بی سی، سادبیز، لندن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.